جذابیت و کششی که بازی‌های ویدیویی دارن باعث شده که خیلی از گیمرها به دنبال تجربه بازی‌های جدید باشن و بخوان اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارن. سلام به همه شما عصر بازی‌ها. در این قسمت می‌خوایم شما را با 5 تا از بهترین بازی‌های تک نفره یا همون سینگل پلیگر که قرار در سال 2024 منتشر بشن آشنا کنیم. پس اگر شما هم مثل من به بازی‌های ویدیویی علاقه‌مند هستید، با ما در این ویدیو همراه باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، اگر تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید، حتما این کار رو انجام بدید، حتما ویدیوهامون رو لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید. بسیار خوب، آماده‌اید؟ برو بریم سراغ معرفی بازی‌ها. شماره 5، بازی هارم ویدر وارفر. یکی از بازی‌های جذابی هستش که تونسته توجه خیلی از گیمرها رو به خودش جلب کنه. شخصیت اصلی این بازی با تهدیدات زیادی در روند این بازی روبرو میشه که برای هیچ کدوم از اونها آمادگی نداره. از این چالش‌ها و تهدیدات میشه به آب و هوای نامساعد، طوفان‌های مغناطیسی، رعد و برق شدید، شفق‌های قطبی در طول روز، آزمایش‌های خطرناک در پایگاه و خیلی چیزهای دیگه اشاره کرد. روند این بازی تا جایی پیش میره که وضعیت دراماتیک دو قهرمان داستان از یک سفر خانوادگی تبدیل به موقعیتی برای بقا میشه. اگر به بازیایی با فضای دارک و مبارزه ای علاقمند هستید، بازی هارم ویدر وارفر میتونه حسابی شما رو سرگرم کنه. شماره 4، بازی دایجستد. یکی دیگه از بازیای تک نفره ای که قرار در سال 2024 منتشر بشه، بازی دایجستد نام داره. دایجستد یه بازی بقا در ژانر ترسناکه که شما رو وارد سناریوی جذابی میکنه. در این بازی باید از یک مار گول پیکر فرار کنید که میخواد شما رو ببنده. این بازی شما رو در یک محیط وسیع و غیر قابل پیشبینی رها میکنه تا مأموریت اصلیتون رو به سرانجام برسونید. برای حرکت در این بازی هم میتونید از یک نقشه و قطب نما کمک بگیرید. فراموش نکنید که مأموریت اصلی شما کشف نقاط ناوبرگه که در حین انجام این کار قدرت‌های مختلفی هم به شما تعلق میگیره و میتونید از مارهایی که مزاحم شما میشن به راحتی عبور کنید. پس اگر دنبال یک بازی هیجان انگیز هستید، دایجستد همون بازیه که میتونه شما رو به فجد بیاره. شماره 3، بازی زو چوسیس. خب میریم سراغ معرفی بازی سوم که زو چوسیس نام داره. در این بازی شما نقش یک نگهبان باغ وحش رو بازی میکنید و متوجه میشید که بعضی از حیوانات تبدیل به موجودات عجیب و غریب جهش یافته شده. وظیفه شما اینه که در این بازی حیوانات باغ وحش رو نجات بدید و به رمز و رازهای اونجا پی ببرید. همینطور میتونید با مراقبت از حیوانات و آماده کردن غذا برای اونها امتیاز خودتون رو افزایش بدید. در بازی زو چوسیس حتی میتونید علت بیماری رو در حیوانات کشف و برای اونها دارو و واکسن بسازید. البته این بازی محتوایی داره که شاید برای هر کسی مناسب نباشه. چرا؟ چون پر از خشونت و ترس. شماره 2، بازی جومون. اگر دنبال یه بازی جذاب و خانوادگی هستید که مناسب هر سنی باشه، جومون بهترین گزینه برای شماست. در این بازی اکشن و ماجراجویی چالش‌های مختلفی رو تجربه می‌کنید که باید از اونها جان سالم به در ببرید. در این بازی وظیفه دارید تا با کمک همتیمی‌های خودتون جواهرات گرانبها رو پیدا کنید و اونها رو به جایگاه اصلیشون برگردید. البته در این مسیر تعدادی از موجودات عجیب و غریب و مکان‌های خطرناک شما رو تهدید می‌کنند. پس با این موجودات مبارزه کنید و برای کشف تجربه های جدید امتیازتون رو بالا ببرید. و در نهایت بازی شماره 1، بازی بانیشرز گوستس آف نیو ایدن. بانیشرز گوستس آف نیو ایدن یکی دیگه از بازی های جذابی هستش که خیلی از گیمرها به دنبال انتشار اون هستن. در این بازی میتونید اسرار رو کشف کنید، در مناظر متنوع کاوش کنید و با شخصیت های مختلفی آشنا بشید. بانیشرز برای اون دسته از گیمرهایی مناسبه که به بازی‌های ترسناک علاقه دارن. همچنین در این بازی یک داستان عاشقانه دلخراش رو هم میتونید تجربه کنید. بسیار خوب، به پایان یکی دیگه از ویدیوهای عصر بازی رسیدیم. برای اطلاع از جدیدترین بازی‌ها میتونید کانال یوتیوب و آپارات عصر بازی رو دنبال کنید. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید ازتون ممنونم. پس تا یه ویدیو دیگه همینجا در عصر بازی، وقتتون بخیر، خدا نگهدار رفقا.